به نام خدا، با سلام خدمت شما مخاطبین گرامی فرادرس. آسیه صفامنش هستم، مدرس درس گراف ها و گروه ها. در خدمت شما هستم با تدریس فصل اول گروه ها. در فصل اول یه سری گروه ها رو معرفی میکنیم، یک سری تعاریف و قضایایی رو ارائه میکنیم تا بتونیم از این گروه ها استفاده کنیم و یک پل ارتباطی بین نظریه گروه ها و نظریه گراف ها ایجاد کنیم. در ابتدا کار رو با تعریف عمل گروه روی یک مجموعه شروع می‌کنیم. فرض کنید که جی یک گروه باشه و اومگا یک مجموعه ناتوهی باشه. می‌گیم روی اومگا عمل می‌کنه هرگاه یک تابعی مثل اف وجود داشته باشه از اومگای ضرب در جی به توی اومگا با دو تا شرط. میگه تابع دامنش به صورت زوج مرتب هایی باشن که مؤلفه اولشون از مجموعه اومگا انتخاب شده باشه و مؤلفه دومشون از مجموعه جی انتخاب شده باشه. حالا اون دوتا شرط چی هستش؟ میگه شرط اولش این هستش که به ازای هر دبلیوی که توی اومگا در نظر میگیریم اف دبلیو و ای بشه دبلیو. W که توی مجموعه اومگا بود یک عضو دلخواه. ای چیه؟ ای عضو همانی این گروه مورد نظرمون هست. ای عضو همانی جیه. شرط دومش این هستش که به ازای هر W که توی اومگا در نظر گرفتی و هر دوتا عنصر از گروه جی که دلخواه باشن، یعنی جی یک و جی دو عضو جی، اف W و جی یک و جی دو بشه اف W و جی یک جی دو. برای راحتی کار بیایم از این نماد استفاده کنیم، بگیم اف دبلیو و جی رو با دبلیو به توان جی نشون دادیم. اون وقت این دوتا شرط به چه صورتی در میان؟ میگیم دبلیو به توان ای میشه دبلیو به ازای هر دبلیوی که توی اومگا در نظر گرفتیم و دبلیو به توان جی یک جی دو میشه دبلیو به توان جی یک ضرب در جی دو به ازای هر دبلیو عضو اومگا و هر جی یک و جی دوی که عضو گروه جی باشه. پس از این به بعد اگر یک تابعی بهتون دادن و خواستن عمل گروه رو روی مجموعه شما بیاید تعریف کنید، دیگه با این دو تا شرط سر و کار داریم. اینها رو در نظر بگیریم. یه مثال بزنیم. فرض کنید که جی یک گروه باشه. اچ رو بگیرید زیر گروهی از جی. خواهشن اگر توی جبر مشکل دارید حتما مشکلاتتون رو حل کنید. اینجا مثلا تعریف زیر گروه بودن رو حتما باید بلد باشید. مثلا میگیم x و y عضو h باشن، x y منهای 1 هم عضو h باشه. یا تعریف دیگه که معادل هستن با تعریف زیر گروه بودن، اینها رو یاد داشته باشید. بگیم g یک گروه باشه، h رو بگیریم زیر گروهی از g، اومگا رو تعریف کنیم همه h x هایی که x عضو g باشه. به این اومگا میگیم مجموعه تمام همرده های راست مجزای H در G. حالا ما اومگا رو داریم، میخواییم بررسی کنیم ببینیم عمل G روی مجموعه اومگامون چجوری میشه. بگیم عمل G رو روی مجموعه اومگا اینجوری در نظر بگیری که HX به توان G میشه HXG. پس هر عضوی که به شما دادن به توان هر چیزی میشه HXG. حالا HX مون چیه؟ از مجموعه اومگا تعریف میشه. G مون چیه؟ G عضوی از گروه G هستش. ببینیم چه اتفاقی میفته. اون دوتا شرط رو میخواییم بررسی کنیم. HX به توان E میشه HXE. E هم که عضو همانی گروه G هست. پس HXE برابر هستش با HX. شرط دوم رو بررسی کنیم. HX به توان G1 کلش به توان G2 چی میشه؟ HX به توان G1 میشه HXG1. حالا این به توان G2 باز میشه HXG1G2. این یعنی چی؟ یعنی HX به توان G1G2. دیدیم که دوتا شرطمون برقرار هستش. بریم یه مثال دیگه بزنیم. فرض کنیم که G1 گروه باشه و یعنی در نظر میگیریم تمام خودریختی های گروه G، یعنی اتوموفیسم های گروه G رو در نظر بگیریم. بگیم خودریختی G رو روی G با این قانون در نظر بگیریم که G به توان فی بشه G به توان فی. حالا فیمون چی هست؟ از G به توی G یک به یک و گوشا، یک به یک و آنتو. بریم بررسی کنیم. G به توان I رو باید در نظر بگیریم دیگه، درسته؟ چون گروه خودریختی ها رو بخواییم در نظر بگیریم I میشه عضو همانیش. حالا G به توان I با این قانون میشه GI. G
جی آی هم که برابر هستش با جی به ازای هر جی که عضو جی در نظر بگیریم. جی به توان فی یک به توان فی دو چی میشه؟ میگیم جی به توان فی یک فی دو برابر هستش با جی فی یک فی دو. این برابر چی است؟ جی به توان فی یک فی دو به ازای هر جی عضو جی و هر فی یک فی دوی که عضو اتوموفیسم جی در نظر گرفتیم. فقط باید یک نکته ای رو مد نظر داشته باشید که عمل ترکیب توابع بسته از شرکت پذیر عضو خونسا همریختی همانیه و هر عضو وارون داره، چون یک به یک گفتیم تابمون یک به یک هست، هر عضوی وارون داره. خب بنابراین اتوموفیسم جی روی جی عمل میکنه. بریم مثال بعدی. فرض کنیم که جی یک گروه باشه. عملی از گروه جی داریم به خودش، یعنی بیایم گروه جی رو در نظر بگیریم با گروه جی، ولی اینجا به عنوان یک مجموعه در نظر بگیریم. به این صورت که x به توان جی باشه جی منهای یک x جی به ازای هر xی که توی جی در نظر بگیریم به عنوان یک مجموعه و هر جی که توی جی در نظر بگیریم به عنوان یک گروه. به راحتی میتونیم این رو نشون بدیم که x به توان ای میشه، نکنی x به توان جی میشه جی منهای یک x جی، حالا به جای جی بذار ای، میشه ای منهای یک x ای. ای منهای یک x ای برابر هستش با ای x ای، درسته؟ وارونش خودشه دیگه، عضو همانی گروهمون. این برابر میشه با x. شرط دومی اون چی بود؟ میگیم x به توان g1 به توان g2 چی میشه؟ اول اینو بازش کنیم. این میشه g1 منهای 1 x g1 g1 منهای 1 x g1. حالا کلش به توان g2، باز این g2 اینورسش میاد این سمت، خودش میاد این سمت. g2 منهای 1 g1 منهای 1 x g1 در g2. این چی رو نشون میده؟ اصلا این پرانتز حالا در نظر نگیرید. میشه g2 منهای 1 g1 منهای 1 x g1 g2. حالا این برابر هستش با g1 g2 اینورس. ببینید g2 منهای 1 g1 منهای 1 میشه g1 g2 منهای 1، درسته؟ این اگر اینو بخوایم باز کنیم، اول این نوشته میشه اینورسش بعد این، در x در g1 g2. حالا اینو ببینید چه شکلیه؟ دقیقاً به این صورت در اومد. گفتیم x به توان هر چیزی میشه چی؟ اینورس اون در x در خودش. اینجا هم همینطور، اینورس g1 g2 در x در خودش. پس این برابر هستش با x به توان g1 g2. حالا بریم سراغ تعریف مدار. قبل از اون بیایم یه سری چیزها رو تعریف کنیم. مثلا یک رابطه رو معرفی کنیم روی مجموعه اومگا. بگیم فرض میکنیم که جی روی اومگا عمل کنه. رابطه مورد نظر روی مجموعه اومگا به این صورت تعریف کنیم. بگیم W1 و W2 با هم در ارتباط هستن اگر و فقط اگر یک جی روی گروه جی موجود باشه، به قسمی که W1 به توان جی بشه W2. خب حالا برای اینکه رابطه بودن رو بخوایم بررسی کنیم، سه تا شرط رو باید ما بررسیش کنیم: خاصیت بازتابی، خاصیت تقارنی و خاصیت ترایایی. خاصیت بازتابی میگه هر عضوی با خودش در ارتباط باشه. W با W بخواد در ارتباط باشه میشه چی؟ G رو باید چی در نظر بگیریم؟ باید E در نظر بگیریم که بشه W به توان E برابر با خود W باشه. بریم خاصیت تقارنی. خاصیت تقارنی اگر یادتون باشه از نظریه مجموعه ها این بودش که اگر مثلا X با Y در ارتباطه، Y هم با X در ارتباط باشه. اینجا هم همینه، بگیم اگر W1 با W2 در ارتباطه، یک جی وجود داشته باشه که W1 به توان جی بشه W2، حالا چه اتفاقی میفته؟ باید از این استفاده کنیم، بگیم W2 هم با W1 در ارتباط هست. W2 به توان جی منهای 1 رو حساب کنیم، میشه W1 به توان جی. ببینید W2 خودش هست W1 به توان G. با استفاده از تعریف که توی اسلاید قبل داشتیم میگیم چون W1 با W2 در ارتباط هست، W1 به توان G هستش W2. کل این به توان G منهای 1
میشه W1 به توان G در G منهای 1، این میشه W1 به توان E، این میشه W1. پس W2 با W1 در ارتباطه. ببینید یک عضوی از گروه پیدا کردیم که W2 رو به توان اون عضو رسوندیم، شد W1. حالا اون عضو برای اینکه بخواد W1 با W2 در ارتباط باشه G بود، حالا برای اینکه بخوایم W2 با W1 در ارتباط باشه، این عضومون G منهای 1 هستش. بریم خاصیت ترایایی هم بررسی کنیم، یا خاصیت تعدی هم بهش میگن. خاصیت ترایایی این هستش که مثلا اگر x با y در ارتباط باشه، y هم با z در ارتباط باشه، اون وقت x با z در ارتباط باشه. میگیم اگر w1 با w2 در ارتباط و w2 با w3 در ارتباط باشه، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ چون W1 و W2 با هم در ارتباطن، یک G1 هستش که W1 به توان G1 میشه W2، و چون W2 و W3 با هم در ارتباط هستن، یک G2 هم هست که W2 به توان G2 میشه W3. حالا بیایم چیکار کنیم؟ بیایم قرار بدیم G رو برابر با G1 G2. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ بگیم W1 به توان G، یعنی W1 به توان G1 G2. حالا اینو بازش میکنیم، میشکنیم W1 به توان G1 رو از توان G2 جدا کن. W1 به توان G1 چی میشه؟ ببینید اینجا داشتیم میشه W2. خب این W2 رو آوردیم گذاشتیم اینجا به توان G2. حالا W2 به توان G2 چی است؟ W2 به توان G2 بود W3. پس ببینید W1 به توان G در نهایت برابر شد با W3. از این چه نتیجه میگیریم؟ یک عضوی پیدا کردیم که W1 به توان اون عضو رسید، شد W3. پس میگیم W1 با W3 در ارتباط هستش. بنابراین رابطه‌ای که معرفی کردیم یک رابطه همعرضیه. حالا رده‌های همعرضی این رابطه رو در نظر بگیریم، کلاس‌های همعرضی شو. می‌گیم W رو نشون می‌دیم با دلتای W برابر هستش با همه Z‌هایی توی اومگا که W‌مون با Z در ارتباطه. این چی میشه؟ میگیم همه Z‌های عضو اومگا که یک G وجود داشته باشه توی گروهمون که W به توان G برابر هستش با Z. پس این برابر میشه با همه WG هایی که Gمون عضو چیه؟ گروه Gه. حالا دلتا W رو میگیم به عنوان مدار W در G نشون میدیم. میگیم اومگا برابر هستش با اجتماع تمام مدارها، یعنی اجتماع تمام دلتا دبلیو ها که دبلیومون از چی گرفته شده؟ از اومگا. پس بیام اومگا رو چی در نظر بگیریم؟ اجتماع تمام دلتا دبلیو هایی که دبلیومون از چی گرفته شده؟ از اومگا. بریم سراغ تعریف عمل انتقالی. فرض کنیم که جی روی اومگا عمل کنه. بگیم عمل انتقالی هرگاه فقط یک مدار داشته باشیم، یعنی به ازای هر دوتا عضوی که میایم که اومگا در نظر میگیریم، یک عضوی مثل جی باشه که W1 بتوانه جی بشه W2. یعنی به ازای هر W1 و W2 توی اومگا، یک جی وجود داشته باشه که W1 به توان جی مساوی است با W2. حالا اگر جی بیاد روی اومگا عمل کنه، با چه نمادی نشون میگیم؟ با این نماد میگیم جی روی اومگا عمل میکنه، اکت داره. فرض کنیم که جی روی اومگا عمل میکنه. اگر این نماد رو دیدیم به این صورت میخونیم. میگیم به ازای هر W که توی اومگا در نظر گرفتی، جی روی هر مدار دلتا W عمل میکنه. این عمل چیه؟ انتقالیه، یعنی فقط یک مدار براش داریم. بیایم اثباتش کنیم. میگیم به ازای هر آلفایی که بیایم توی دلتا W در نظر بگیریم و جی عضو جی باشه، آلفا به توان جی عضو دلتا W. حالا چون آلفامون عضو دلتا W هست، یک عضوی مثل X وجود داره توی گروه جیمون، به طوری که آلفامون میشه W به توان X. بنابراین حالا آلفا به توان جی رو میخواییم حساب کنیم. آلفا به توان جی میشه، آلفا رو به جاش میذاریم، W به توان X میشه W به توان X به توان جی. این توانها رو کنار هم میذاریم، W به توان X جی، که این هم به صورت عضوی از دلتا W در اومد. بنابراین جی روی اومگا یک عمل انتقالیه. چرا؟
فرض کنیم که دو تا آلفا وجود داشته باشه، مثل آلفا یک و آلفا دو توی دلتا دبلیو. حالا چون این دو تا وجود دارن، پس دو تا عضوی مثل جی یک و جی دو توی گروه جی هستن که آلفا یک برابر هستش با دبلیو به توان جی یک و آلفا دو میشه چی؟ دبلیو به توان جی دو. از این چی داریم؟ میگیم آلفا یک به توان جی یک منهای یک در جی دو چی میشه؟ این رو میخواییم حساب کنیم. آلفا یک از اینجا هست دبلیو به توان جی یک، جی یک اینورس جی دو که خودش مینویسیم. حالا بیایم چیکار کنیم؟ این جی یک رو هم بیایم قاطی اینا بنویسیم، میشه دبلیو به توان جی یک، جی یک اینورس جی دو. این میشه چی؟ جی یک، جی یک وارون میشه عضو همانی گروهمون، پس میشه دبلیو به توان ای در جی دو. عضو همانی هم که در هر عضو گروه ضرب بشه خود اون عضو گروه رو بهمون میده، پس میشه دبلیو به توان جی دو برابر هستش با آلفا دو. پس این آلفا یکمون به صورت چی در اومد؟ آلفا یکمون به توان یه عضوی از گروه جی برابر شد با آلفا دو. بریم سراغ یک مثال. فرض کنیم که زدمون مجموع اعداد صحیح باشه، کیو رو بگیریم مجموعه اعداد گویا. حالا عمل زد و جمع روی مجموعه کیو چجوری تعریف میشه؟ بریم بگیم به ازای هر دبلیوی که توی کیو در نظر بگیریم و به ازای هر انی که عضو زد در نظر بگیریم، اینجوری تعریف کنیم که دبلیو به توان ان بشه دبلیو به اضافه ان، تا و اونم که از کیو ضرب در زد به توی کیو هست. این رو که مشخصا چون میخوایم عمل گروه رو تعریف کنیم داریم. حالا بیاییم چکار کنیم؟ میخوایم ببینیم عمل انتقالیه یا نه. اول دلتا رو بنویسیم. دلتا برابر هستش با دلتای صفر رو حساب کنیم، میشه صفر به توان n که انمون از کجا انتخاب شدن؟ از اعداد صحیح. توی تعریفمون گفتیم هر چی به توان n میشه، مثلا صفر به توان n میشه چی؟ صفر به اضافه n، یعنی این توانه تبدیل میشه به جمع، پس این میشه صفر به اضافه n به n هایی که از مجموعه اعداد صحیح انتخاب شدن. پس این مجموعه برابر هستش با چی؟ صفر به اضافه n هم که n هست، پس میشه همه n هایی که n عضو زده. بنابراین کل این دلتا مون برابر میشه با مجموعه z. حالا این مجموعه z و مجموعه کیون چی هن؟ هم عرض هستن. وقتی هم عرضن کاردینالشون با هم یکسانه، یعنی تعداد اعضاشون با هم یکسان هستش. حالا میخواییم ببینیم آیا این z روی q عملش انتقالیه یا نه. بیم چیکار کنیم؟ یک عضوی مثلا یک دوم و سه رو در نظر بگیریم. میخواییم ببینیم که آیا این یک دوم و سه اینی وجود داره که به هم ارتباطشون بده؟ ببینیم همچین چیزی نیست، یعنی هیچ این صحیحی وجود نداره که یک دوم به توان اون برسه جوابش بشه سه. چون اگر بخواد همچین چیزی باشه، اگر اینو حساب کنیم چی میشه؟ میگیم یک دوم به توان n توی مجموعمون تو تعریفی که داشتیم چی بود؟ میگیم یک دوم به توان n میشه یک دوم به اضافه n. هرچی توان داشتیم گفتیم تبدیل میشه به جمع، یعنی یک دوم به اضافه n باید برابر باشه با 3. از اینجا n چی میشه؟ n برابر هستش با 3 منهای یک دوم، 3 همون 6 دوم هست، 6 دوم منهای یک دوم میشه 5 دوم، که این 5 دوم میدونیم که جزء اعداد صحیح نیست. بریم سراغ تعریف پایدارساز. فرض کنیم که گروه جیم روی مجموعه اومگا داره عمل میکنه و دبلیو رو بگیریم عضو جی. اون وقت جی اندیس دبلیو رو تعریف میکنیم، همه جی هایی که عضو جی باشن دبلیو به توان جی بشه دبلیو. جی اندیس دبلیو رو بهش میگیم پایدارساز دبلیو توی جی. نکته که باید توجه کنی این هستش که میتونیم گروه جی رو یک گروه جایگشتی روی مجموعه مثلا وی در نظر بگیریم. در این صورت به ازای هر عضوی که توی وی در نظر بگیریم، مثلا فرض کنیم یک عضوی داریم مثل ایکس، ایکس رو توی وی در نظر بگیریم، پایدارساز ایکس توی جی برابر میشه به چی؟ مجموعه همه جایگشت های جی به قسمی که ایکس به توان جی بشه جی، یعنی ایکس به توان جی مون در آخر برابر باشه با جی. حالا این جی اندیس دبلیو که تعریف کردیم پایدارسازمون، میتونیم اینو به راحتی نشون بدیم که این جی اندیس دبلیو
چی هست؟ زیر گروهی از جی هست. حالا بیایم در نظر بگیریم یک سری عناصری مثل X1 تا XR رو عناصر مجزایی از دیده باشن. در این صورت جی اندیس X1 تا XR چی میشه؟ میشه اشتراک تمام جی اندیس XI هایی که آیشون از 1 تا R داره تغییر میکنه. حالا بیایم یک S زیر مجموعه W در نظر بگیریم. حالا میگیم جی اندیس S چی میشه؟ همه جی هایی که توی گروه جی باشن S به توان جی بشه S. بیایم مثال بزنیم. فرض کنیم که جی روی خودش با عمل تزویج عمل کنه. در این صورت اگر Xمون عضو جی باشه جی اندیس Xمون به چه صورت در میاد؟ میگیم همه جی های عضو جی که X به توان جی برابر هستش با X. خب این که تعریف جی اندیس ایکس بود. حالا از این چه نتیجه میگیریم؟ میگیم همه جی های عضو جی ایکس به توان جی رو چی داشتیم؟ عمل تزویج جی منهای یک ایکس جی، درسته؟ برابر هستش با ایکس. از این چه نتیجه میگرفتیم توی جبر؟ میگیم همه جی های عضو جی به طوری که جی منهای یک ایکس جی برابر هستش با ایکس، میشه جی ایکس برابر هستش با ایکس جی. کافیه چی کار کنید؟ یکم فکر کنید ببینید اینو چی کار کردیم که شده این؟ بله از تعریف عمل تزویج هستش که توی جبر شما حتما خوندید. این برابر هستش با چی؟ سی اندیس جی ایکس. سی اندیس جی ایکس چی بود؟ سی اندیس جی ایکس توی جبر داشتید این میشه چی؟ مرکز ساز گروه جی. پس توی تعریف مرکز ساز ببینید میومدیم از رده های کلاس های هم ارزی استفاده میکردیم، گفتیم جی منهای یک ایکس جی برابر هستش با ایکس. اینو بهتون گفتیم دیگه، به راحتی ثابت میشد که این برابر هستش با جی ایکس برابر ایکس جی. چجوری میومدیم چیکار میکردیم؟ در یک جی ضربش میکردیم. شما در یک جی ضرب کنید اینجا چی اتفاقی میفته؟ جی در جی منهای یک میشه ای، پس اینجا میشه ایکس جی. این برم در جی ضرب کنیم میشه چی؟ جی ایکس. پس ایکس جی برابر هستش با جی ایکس. این جی که دارم میگم ضرب کنید از سمت چپ باید ضرب کنید، چون اینجا هستش که اینورسش ظاهر شده. سنترالایزر یا مرکز ساز گروهمون رو هم که با این نشون میدادیم. بریم سراغ یه قضیه. میگه فرض کنیم که جی روی اومگا به صورت انتقالی عمل کنه و آلفا و بتا عضو مجموعه ناتوئی اومگا باشن. میگه زیر گروه های جی آلفا و جی بتا توی جی مزوج هم هستن. یعنی چی مزوجه؟ یعنی که یک عنصری مثل جی وجود داره که جی منهای یک جی آلفا در جی بشه جی بتا. پس یک عنصری از جی هست که جی منهای یک جی آلفا در جی بشه جی بتا. حالا چجوری اثباتش کنیم؟ اولا که نشون میدیم به ازای هر جی که عضو جی در نظر بگیریم جی منهای یک جی آلفا جی برابر هستش با جی اندیس آلفا به توان جی. حالا فرض کنیم که یک ایکسی تو این هست. فرض میکنیم این ایکس عضو جی منهای یک جی آلفا جیه. حالا که این ایکس توی این هست یک عنصری مثل ایگرگ وجود داره توی جی آلفا به قسمی که این ایکسه میشه جی منهای یک ایگرگ جی. چون ایکس توی این بود یک ایگرگی پیدا کردیم که توی جی آلفا باشه، یعنی به جای این جی آلفا اون ایگرگه میشینه. میگیم ایکسمون برابر هستش با جی منهای یک ایگرگ جی. حالا از این چی داریم؟ میخوایم بریم آلفا به توان جی به توان ایکس رو حساب کنیم. آلفا به توان جی به توان ایکس میشه آلفا به توان جی. ایکس هم که تو اسلاید قبلی داشتیم جی منهای یک ایگرگ جی. خب حالا کافی این جیه رو بیاریم کنار اینا بنویسیم. یعنی بنویسیم آلفا به توان جی جی منهای یک ایگرگ جی. جی جی منهای یک هم که عضو همانی گروه میشه دیگه، درسته؟ هر عضو در معکوسش ضرب بشه میشه همانی. پس این تبدیل میشه به چی؟ آلفا به توان ایگرگ جی. کافیه شما این ایگرگ رو جدا از جی در نظر بگیرید. آلفا به توان ایگرگ به توان جی. پس این چی میشه؟ میشه آلفا به توان جی. حالا چرا آلفا به توان ایگرگ به توان جی میشه آلفا به توان جی؟ چون ما ایگرگمون رو تو چی انتخاب کردیم؟ تو جی اندیس آلفا انتخاب کردیم. از این چه نتیجه میگیریم؟ از اینکه آلفا به توان جی به توان ایکس شده آلفا به توان جی. از این نتیجه میگیریم که ایکسمون کجاست؟ توی جی اندیس آلفا به توان جی هستش.
عکس قضیه هم که برقرار هست، یعنی به طور مشابه میشه اثباتش کرد. میایم چیکار میکنیم برای عکسش؟ باید یک ایگرگی بگیریم، مثلا ایگرگ رو بگیرید مساوی جی ایکس جی منهای یک. حالا چون آلفا و بتا و اومگا هستن، عملمون هم انتقالیه، پس یک جی وجود داره که آلفا به توان جی برابر بی. اینو که قبول داریم. از طرفی جی منهای یک جی آلفا در جی برابر هستش با جی اندیس آلفا به توان جی. اون آلفا به توان جی اونم که بتا بود دیگه، درسته؟ پس جی منهای یک جی اندیس آلفا در جی برابر میشه با جی بتا که حکممون اثبات میشه. بریم سراغ یه قضیه دیگه. میگه فرض کنیم که جی روی اومگا عمل کنه. در این صورت به ازای هر دبلیوی که توی اومگا در نظر بگیریم، اندیس جی دبلیو توی جی برابر هستش با کاردینال دلتا دبلیو. خب برای اثباتش چیکار میکنیم؟ فرض میکنیم که مجموعه آن برابر هستش با جی در جی دبلیو هایی که جیمون عضو دبلیو هست. بیایم چیکار میکنیم؟ حالا یک نگاشتی تعریف میکنیم مثل فی. این نگاشمون از آ به توی دلتا دبلیو باشه. میگیم که هر عضو آ که به این صورت هست دیگه، نگاه کنید این چیزی که تعریف کردیم، هر عضو آ یعنی جی جی دبلیو بره به چی؟ به هر عضو دلتای دبلیو که قبلا تعریفش رو داشتیم، بره به توی دبلیو به توان جی. اینا برای چی هستن؟ برای هر جی جی دبلیوی که توی آ در نظر بگیریم. حالا نگاشت فیمون چه ویژگی هایی داره؟ میگیم نگاشت فیمون خوش تعریفه، چون دبلیو به توان جی یکی که در نظر بگیریم برابر هستش با دبلیو به توان جی یک ضرب در ای که خودتون میدونید همانیه، یعنی اصلا بود و نبودش فرقی نمیکنه اینجا برامون. جی یک برابر هستش با جی یک ای. این برابر چیه؟ ما میتونیم به جای این ایه بنویسیم جی دو اینورس جی دو. هر اول در معکوسش همون همانی رو بهمون میده. پس W به توان G1E برابر هستش با W به توان G2 اینورس G2. از این چه نتیجه میتونیم بگیریم؟ میتونیم بگیم این G2 رو ما جدای از اینا در نظر میگیریم. مینویسیم W به توان G1 G2 اینورس در G2 کلش به توان G2. W به توان G1 G2 اینورس هم که برابر هستش با W به توان G2. فقط حواسمون باشه که برای خوش تعریفی باید قبلش بگیم که فرض میکنیم جی اندیس W به توان G1 برابر هستش با جی اندیس W به توان G2. بعد از این نتیجه بگیم چون اونو داریم W به توان G1 برابر فلان، میاد تا اینجا W به توان G1 برابر شده با W به توان G2. از اینجاست که ما میگیم خوش تعریف هستش، یعنی فی جی اندیس W G1 برابر میشه با فی جی دبلیو جی دو. حالا میخوایم بگیم که یک به یک هم هست. البته برای اثبات یک به یک بودن نیازی نیست دیگه بنویسیم، چون دقیقا مشابه خوش تعریفی یک به یک بودن اثبات میشه که اینو خودتون هم میتونید راحت انجام بدید. برای اینکه بگیم که فیمون یک تابع پوشا هستش، باید چی کار کنیم؟ برای تابع پوشا فرض میکنیم که یک آلفای عضو دلتا دبلیو هست. میگیم وجود داره یک جی عضو گروه جیمون به اسمی که آلفامون بشه دبلیو به توان جی. فرض میکنیم که جی اندیس دبلیو در جی عضوی از آ هستش. از این چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که فی جی اندیس دبلیو جی برابر میشه با دبلیو به توان جی و این هم که برابر هستش با آلفا. بریم سراغ قضیه بعدی. فرض کنیم که جی یک گروه جایگشتی باشه که روی مجموعه وی عمل کنه. اس رو بگیرید مداری از جی، یعنی اس اوربیتی باشه از جی. اگر ایکس و ایگرک عضو اس باشن، در اینطورت مجموعه جایگشت ها توی جی که ایکس رو بیاد به ایگرک نگاش کنه یک همرده راست از جی ایکسه. یعنی چی؟ یعنی یک کلاس همرزی هستش از جی اندیس ایکس. چون جی در اس انتقالیه، یک عنصری مثل ایگرک رو داره به رسمی که ایکس به توان جیمون بشه ایگرک. این که از تعریف انتقالی بودن هستش. حالا فرض کنیم که یک اچ عضو جی هست که ایکس به توان اچ بشه ایگرک. در این صورت چه اتفاقی میفته؟ ببینید ایگرک اونجا بود ایکس به توان جی تو اسلاید قبلی، اینجا هست ایکس به توان اچ. پس ایکس به توان جی برابر هستش با ایکس به توان اچ.
از اینجا چه نتیجه میتونیم بگیریم؟ ما میگیم x به توان h در جی منهای 1 میشه x. چجوری؟ شما کافیه که این جی اینورس رو که اینجا میبینید از سمت راست در دو طرف ضرب کنید. اینجا میشه x به توان جی جی اینورس. اینجا میشه x به توان h در جی اینورس. x به توان جی جی منهای 1 که میشه x به توان e. x به توان e هم که میدونیم برابر هستش با x. پس xمون هست x به توان hg منهای 1. از این چه نتیجه میگیریم؟ خب میگیم که وقتی همچین چیزی داریم یعنی hg منهای 1مون کجاست؟ توی g اندیس x. پس میگیم hg منهای 1مون توی g اندیس x هست و hmون کجاست؟ وقتی اینجا هست hmون هست توی gxg. یک g زرش ضرب کنید. h جی منهای 1 عضو جی ایکس، پس یک جی ضرب میکنم. اچ جی منهای 1 جی عضو جی ایکس جی. جی منهای 1 جی که میشه ای، پس اچ عضو جی ایکس جی. حالا بالعکس باید نشون بدیم که هر عنصر جی ایکس جی ایکس رو به یک نقطه مشابهی میبره. یک عضوی تو جی ایکس جی در نظر بگیریم مثل اچ. حالا میدونیم که هر عنصری که توی این در نظر بگیریم به فرم چیه؟ اچ جی. ببین اچمون توی جی ایکسه، یک جی درش ضرب شده اینجا، پس ما هم این اچ رو در یک جی ضرب کردیم، هیچ کار خاص رو انجام ندادیم، فقط داریم نشون میدیم که مثلا یک مجموعه داریم اعضاش به یک صورتی هستن. حالا اگر یک چیزی بیاد در اون مجموعه ضرب بشه، در تمام اون اعضای مجموعه هم ضرب میشه، یعنی ما دیگه نمیتونیم بنویسیم این h عضو جی ایکس جیه، چون h عضو جی ایکس بود. یک جی ضرب شد، پس هر عضوی که توی این در نظر بگیریم به شکل h جی هستش. این چی رو بهمون میگه؟ اولا اینکه چون xمون به توان h جی برابر هستش با x به توان h به توان جی، که این هم برابر هست با x به توان جی. از این چی داریم؟ وقتی x به توان hg شده x به توان g، یعنی تمام عناصر gxg x رو کجا نگاشت کردن؟ به x به توان g. تمام عناصر gxg x رو به x به توان g نگاشت کردن. بریم تعریف کرنل یا هسته عمل رو بهتون بگیم. فرض کنیم که g روی اومگا عمل کنه. گروه g مجموعه ناتوهی اومگا. کرنل رو مجموعش رو اینجوری تعریف میکنیم، با n هم نشون میدیم دیگه. میگیم n برابر هستش با g عضو g هایی که w به توان g برابر هستش با w به ازای هر w که توی اومگا در نظر بگیریم. این دقیقا چی رو به ما میگه؟ یه عناصری از گروه هستن که همه عناصر متعلق به اومگا رو ثابت نگه میداره. n رو بهش میگیم کرنل عمل g. به راحتی نشون داده میشه مثل توی جبرمون که میگیم n یک زیرگروهی از g هست و همچنین نرمال هم هست. اینا دیگه توی خارج از حیطه این درس هست، اینها رو باید توی مبانی جبر حتما یاد گرفته باشید. بریم سراغ یک مثال از کرنل. فرض کنیم که g روی اومگا عمل کنه با رابطه تزویج که قبلا بررسیش کردیم، رابطه شو که یک رابطه هم ارزی بود. میگیم در این صورت کرنل g روی اومگا به این صورت هستش. میگیم n برابر با کرنل g به روی g. کرنل g روی اومگا برابر هستش با g های عضو g که x به توان g برابر باشه با x به ازای هر xی که توی g در نظر بگیریم. حالا این مجموعه به چه صورت در میاد؟ میگیم همه g های عضو g، از این نتیجه میگیریم جی منهای یک ایکس جی برابر هستش با ایکس. تعریف تزویج بود دیگه، درسته؟ به ازای هر ایکسی که توی جی در نظر بگیریم. از این چی داریم؟ میگیم همه جی های عضو جی که ایکس جی بشه جی ایکس. کافی یک جی در طرفین ضرب کنیم به ازای هر ایکسی که توی جی در نظر بگیریم. این برابر میشه با زد جی، مرکز گروه جی. همونطور که توی اسلاید قبلی گفتیم کرنل باید نرمال باشه دیگه، درسته؟ خب میدونیم هم که مرکز جی توی گروه جی نرمال هست. بریم سراغ
یه مثال دیگه، فرض کنیم که جی یک گروه باشه و اچ رو بگیرید زیر گروهی از این. بگیم در این صورت جی روی مجموعه تمام همرده های راست اچ عمل کنه. حالا رابطهش جیه اچ ایکس به توان جی برابر باشه با اچ ایکس جی. همچین رابطه رو قبلا بررسی کردیم اگر یادتون باشه. حالا میخواییم ببینیم کرنلش چجور محاسبه میشه. میگیم این برابر با کرنل عمل جی روی اومگا برابر هستش با همه جی های عضو جی که اچ ایکس به توان جی بشه اچ ایکس به ازای هر اچ ایکسی که توی اومگا در نظر بگیریم. دقیقا همون مکاره که قبلا کردیم اینجا هم انجام میدیم. این مجموعه برابر هستش با همه جی های عضو جی که اچ ایکس جی بشه اچ ایکس. از این تعریف نیا کنیم اچ ایکس به توان جی هستش اچ ایکس جی. پس اچ ایکس جی برابر هستش با اچ ایکس به ازای هر اچ ایکسی که توی اومگا در نظر بگیریم. این برابر چیه؟ این به ما چی رو میخواد نشون بده؟ میگه آقا جون ایکس جی ایکس منهای یک کجاست؟ توی اچ. ایکس جی ایکس منهای یکمون توی اچ هستش. از این چه نتیجه میگیریم؟ وقتی ایکس جی ایکس منهای یک توی اچ هست، جی کجاست؟ جی میشه توی ایکس منهای یک. ایکس منهای یک اچ ایکس. درسته؟ میگم چی کار میکنیم؟ اینجا رو در نظر بگیریم. ما از این جی رو میخوایم ببینیم کجاست. یعنی چیکار میکنیم؟ طرفین رو از سمت چپ در ایکس منهای یک ضرب کن و از سمت راست در ایکس ضرب کن. اینجا میشه ایکس منهای یک ایکس جی ایکس منهای یک ایکس. اینجا هم میشه ایکس منهای یک اچ ایکس. اینجا ایکس منهای یک ایکس که میشه همانی. خب پس اینجا میشه همانی یا یک مثلا. اینجا ایکس منهای یک در ایکس مون بود میشه همانی. پس از اینجا میشه جی. اینجا هم که اچ بود قبلش ایکس منهای یک و بعدش ایکس رو گذاشتیم. پس از این تونستیم اینو نتیجه بگیریم. این چی رو به ما نشون میده؟ بگیم جی شده عضو ایکس منهای یک اچ ایکس. از این داریم جی مون عضو اچ به توان ایکس. پس نیاگاهین مجموعه همون به چه صورت در اومد؟ همه جی های عضو جی که جی عضو اچ به توان ایکس به ازای هر ایکسی که توی جی در نظر بگیریم. این چی رو به ما نشون میده؟ میگیم این برابر هستش با اشتراک تمام اچ به توان ایکس ها که ایکس عضو جی انتخاب بشه و این هم برابر هستش با کرنل یا هسته. حالا بریم تعریف کنیم عمل با وفا رو. میگیم فرض کنیم که جی روی اومگا عمل میکنه. در این صورت میگیم جی روی اومگا عملش با وفاست اگر کرنل جی روی اومگا بشه ای. یه قضیه براش مثال بزنیم. میگه قضیه این هستش که فرض کنیم جی روی اومگا عمل کنه. این رو بگی کرنل این عمل. میگیم در این صورت جی انو یک ریخته با زیرگروهی از اس اومگا. مشابه همین قضیه توی جبر داشت. خب اینو چجوری اثبات میکردیم؟ میگفتیم برای اینکه بخوایم یک ریختی بین دوتا گروه پیدا کنیم میایم چیکار میکنیم؟ یک تابعی مثال میزنیم. مثلا از یکی به توی اون یکی که اون تابع اون باید چه شرایطی داشته باشه؟ هم یک به یک باشه و هم پوشا باشه. اینجا هم دقیقا به همین روال اثبات میکنیم قضیه رو. پس فرض میکنیم که یک فی وجود داره از جی به توی اس ان که فی جی بشه فی اندیس جی. این باشه تعریف تابعمون. حالا فی اندیس جی چی هست؟ همه توابع از اومگا به توی اومگا در نظر بگیریم. قانونش چی باشه؟ میگیم فی جی دبلیو رو ببره به چی؟ دبلیو به توان جی. تنها نکته‌ای که باید توجه کنیم هستش که این اس اندیس اومگا برابر چیه؟ توابعی مثل اف هستن که افمون کجاست؟ از اومگا به توی اومگا. هم یک به یک باشن هم گوشا. اس انمون چی میشه؟ میگیم میشه گروه جایشی روی اعضای یک تا ان. یعنی اومگا رو یک مجموعه ان عضوی در نظر بگیریم. اون وقت این اس انمون پیدا میشه. میگیم چیکار کنیم؟ برای اینکه بگیم که یک به یکه، میگیم که یک به یک بودنش چجوری ثابت میشه؟ برای یک به یک بودن این بود دیگه. میگفتیم مثلا f x 1 برابر باشه با f x 2 آنگاه نتیجه بگیریم x 1 برابر x 2. اینجا هم همینطور. f مون که به صورت w به توان g مون هست، w 1 به توان g برابر باشه با w 2 به توان g، از این میتونیم نتیجه بگیریم w 1 برابر هستش با w 2. بریم جلو ببینیم چی میشه. W1 میشه W1 به توان ای. اینو که قبول داریم چون عضو همانیه.
حالا به جای ای ما میتونیم بنویسیم جی در جی اینورس، پس این شد دبلیو یک به توان جی به توان جی اینورس. دبلیو یک به توان جی رو از اینجا داشتیم، میشه دبلیو دو به توان جی. به جای جایگذاری کردم دبلیو دو به توان جی به توان جی منهای یک، این برابر میشه با دبلیو دو به توان جی جی منهای یک. جی در جی منهای یک هم که عدد همانی گروه هست، یعنی دبلیو دو به توان ای برابر میشه با دبلیو دو. این که یک به یک بودن، برای پوشا بودن هم کافیه یک عضوی توی اومگا در نظر بگیریم، مثل دبلیو پریم. اون وقت فی جی دبلیو پریم به توان جی منهای یک برابر میشه با دبلیو پریم جی منهای یک.